هفته گذشته یک هفته قرمز دیگر برای کریپتو بود و ما رو رسوند به پایین رنجی که توش قرار داریم. اما الان اوضاع از چه قرار هستش؟ چه چیزهایی کاتالیزور این حرکت به سمت پایین بودند و هستند؟ چه اتفاقهایی پیش رو هست و آیا این اتفاقات میتونن که جهت حرکت کریپتو و البته بازار بورس آمریکا رو در کوتاه مدت و میان مدت تغییر بدن؟ با ما همراه باشیم با بررسی تکنیکال ها و البته فاندامنتال ها، اخبار و آنچین. خب از اخبار هفته گذشته شروع میکنیم. مثل همیشه اول از همه روز چهارشنبه نرخ بهره در کانادا آپدیت شد و 4.25% کاهش پیدا کرد، 25% کاهش دیگر رو داشتیم و این چیزی بود که انتظار می‌داشتیم. اگه خاطرتون باشه در هفته نامه‌های قبلی کشورهای دیگه شروع کرده بودن به کاهش نرخ بهره و ما گفتیم که انتظار این اتفاق رو در کانادا و آمریکا می‌تونیم داشته باشیم. آمریکا هنوز شروع نشده، در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد در همین جلسه، ولی خب کانادا سومین کاهش، چهارمین کاهش نرخ بهره خودش رو داشت و به 4.25% رسید. خیلی عدد کمی نیستش. یادآوری بکنم که مثلا در سال 20 قبل از کووید اگه بخوایم نگاه بکنیم، در سال 2019 این عدد 1.75% بود، یعنی کماکان حدود بیش از دو برابر مقداری هستش که قبل از کووید بود، ولی خب کاهش قابل توجه هستش و به نظر میرسه که این روند فعلا ادامه داشته باشه. اما در روز جمعه اشتغال رو داشتیم از آمریکا و کانادا، هر جفتشون کمتر از انتظارات بود. مقدار شغل‌های جدیدی که ایجاد شده بود، مقدار تغییری که در زمینه اشتغال به وجود اومده بود، در کانادا انتظار می‌رفت که 23,700 تا شغل جدید ایجاد بشه، 22,000 تا ایجاد شده بود، و در آمریکا 164,000 تا انتظار می‌رفت که 142,000 تا ایجاد شده بود. اینها جفتشون و این کاهش در سرعت بالا رفتن حداقل نرخ اشتغال، اینها نگرانی ها رو ایجاد میکنه برای فدرال ریزرو و برای بانک مرکزی کانادا و بانک مرکزی هر کشوری، چرا که نگرانی از رکود به وجود میاد. یکی از بچه ها پرسیده بود که آقا ما مگه بعد از کووید رکود نداشتیم؟ مگه از کووید به بعد ما مگه در رکود نیستیم؟ و اینجا خیلی سوال خوبیه و جا داره که اینجا یک اشاره بکنیم به تعریف رکود. رکود اقتصادی در یک کشور، رکود اقتصادی به کم شدن سرعت رشد کشور رفت داره، درسته؟ رشد اقتصادی کشور. تعریف دقیقش، حداقل یکی از اصلی ترین تعریفش این هستش که اگر 2 تا 3 ماهه متوالی نرخ تولید ناخالص داخلی یا GDP کاهشی باشد، کمتر از 3 ماهه قبلش باشد برای 2 تا 3 ماهه متوالی، اون موقع میتونیم بگیم که کشور رسما در رکود قرار داره. و خب الان وضعیت اینطور نیستش. بعد از کووید یه مدت کوتاهی به این شکل در اومد، طبیعتا به خاطر اتفاقاتی که برای سپلای چین افتاد، ولی خب بعد از اون حل شد، نه به خاطر اینکه تولید واقعا افزایش پیدا کرد، بلکه به دلایل دیگر، مخصوصا تولید و چاپ پول. ولی خب به هر حال الان نگرانی از ایجاد رکود جدید به خاطر نرخ بهره های بالا وجود داره و یکی از اولین نشانه هاش همین بحث اشتغال هستش. اما هفته پیش رو چه چیزی رو خواهیم داشت؟ هفته ایست که CPI و PPI از آمریکا اعلام خواهد شد به ترتیب در روز چهارشنبه و پنجشنبه. انتظارات این هستش که مثل ماه قبل باقی بمونه همه چی، حداقل در مورد CPI و در مورد PPI انتظار افزایش اندکی وجود داره به 0.2% ماه به ماه برای کور PPI رو. این چیزی هستش که بالاخره بازار حداقل انتظار داره. زیاد بودن این اعداد میتونه که فد رو خیلی تحت فشار بذاره، مخصوصا بالا بودن CPI، هرچند که فد تمرکزش بیشتر روی PCE هستش برای شاخص تورمی، نه CPI، ولی خب به هر حال میتونه کمی بازار رو گیج بکنه بالاتر از انتظار بودن این اعداد، مخصوصا CPI. چرا که اگر CPI بالا باشد و بالاتر از انتظارات باشه، نشون میده که فد هنوز کارش رو تورم تموم نشده، هرچند که اینطور به نظر نمیاد وقتی نگاه میکنیم. مخصوصا به اعداد سال به سال میتونیم ببینیم که کاهش، روند نزولی کاملا مشخص هستش. هنوز با اون تارگت نهایی فد که هولوش 2% هستش فاصله داریم، روی 3% فعلا داریم میچرخیم، ولی خب روند مشخص هستش. تورم تا حد قابل توجه کنترل شده. به قصد وقتی ما راجع به کنترل شدن تورم صحبت میکنیم، منظورمون برعکس شدنش نیستش، قیمت ها بر نگشتن، تورم منفی نداشتیم، صرفا سرعت افزایش رشد کاهش پیدا کرده. ولی خب این چیزی هستش که یه جورایی فد رو میتونه راضی نگه داره و شروع بکنه به کاهش نرخ بهره. دوباره میگم علت اصلی این هستش که نگرانی از رکود وجود دارد اگر که این کار رو انجام نده، و به نظر میرسه که بازار هم این پیش بینی رو داره.
برای جلسه آینده فدرال رزرو، تعیین نرخ بهره بعدی فدرال رزرو که 9 روز آینده هستش، که یک هفته خورده دیگه فاصله داریم باهاش، همه بازار مطمئن هستش که کاهش نرخ بهره خواهیم داشت. دعوا سر اینه که چقدر کاهش نرخ بهره خواهیم داشت، و الان 71% سرمایه‌گذاران معتقد هستن که کاهش بهره نرخ بهره 25% و 30% سرمایه‌گذاران معتقد هستن که کاهش نرخ بهره 0.5% رو خواهیم داشت. و این وضعیت در نوامبر، یعنی در جلسه بعدی هم تکرار میشه، اونجا هم انتظارات برای کاهش 0.5% وجود داره. بنابراین 15% بازار هستن که انتظار دارن تا 7 نوامبر ما از اینجایی که هستیم 1% پایین تر باشه نرخ بهرمون، اگر که 2.5% بگیریم که کمی دور از ذهن به نظر میاد، اما بیش از 50% پیشبینیشون این هستش که ما در نوامبر از الان تا نوامبر 75% کاهش نرخ بهره رو تجربه خواهیم کرد. پس این چیزی هستش که بازار انتظار داره. طبیعتاً چیزی غیر از انتظار بازار، چه بالاتر چه پایین‌تر، میتونه تاثیرات قابل توجهی روی قیمت‌ها داشته باشه و روی چارت‌های مختلف داشته باشه. اما بریم سر کوتاهی بزنیم به آنچین. آنچین از لیکویدیشن مپ شروع می‌کنیم. خیلی تغییر خاصی صورت نگرفته. لیکویدیشن مپ 3 ماهه رو داریم با هم دیگه نگاه می‌کنیم. کماکان اون نقطه لیکویدیشن بسیار بزرگ در 71000 دلار باقی هستش که یه جورای بالای اون رنجی هستش که ماهاست الان داخلش هستیم، اما از اون بر خیلی چیز خاصی پیدا نمیشه، حداقل تا 50000 دلار پایین‌ترش اوضاع متفاوت هستش. ولی خب این یک کاراکتریستیک خیلی مشخصه، یک رنج محدود هستش که میگم بوده 6 ماهی هستش که داخل این رنج به سر میبریم. اما اگه بخوایم یه کمی به بازار اسپات و آنچین اسپات نگاه بکنیم، شورت هولدر سوفیار منفی که نک ولی کوچیکتر از یک هستش، نشون میده که تریدرهای کوتاه مدت با ضرر در حال خارج شدن هستند، دارن ضرر میکنن و موقعی که قیمت برمیگرده به نقطه ورودشون، به جای اینکه بخوام بیشتر وارد بشن و امید به بالاتر رفتن داشته باشن، شروع میکنن به خارج شدن. و این چیزی هستش که از مقاومت ظاهر شدن عدد 1 در شورت ترم هولدر SOPR میتونیم ببینیم. برای اینکه این متریک ها رو دقیق‌تر بشناسیم، پیشنهاد میکنم که دوره آنچین گنج رو حتما تماشا کنید. اگر که حرفه‌ای بیت کوین ترید میکنید، کریپتو ترید میکنید، طبیعتاً میتونه که بسیار زیاد براتون کمک کننده باشه. لینکش توی کپشن هستش. اما نگاهی به اوپن اینترست اگر بندازیم و فاندینگ ریت، اوپن اینترست خیلی حرف جدیدی برای زدن نداره برای ما، اونقدر خبری نیست، اونقدر تریدرها توی بازار نیستن، علاقه برای ترید کردن اونقدر زیاد نیست. اما چیزی که خوب هستش و نظر یکم متفاوتی داره میده با شورت مولر سوپیار این هستش که فاندینگ ریت منفی رو شاهد هستیم و فاندینگ ریت حتی نزدیک به صفر. نشون میده که تریدرهای لانگ و شورت خیلی تعدادشون و مقدارشون حداقل نزدیک به هم هستش. اینجوری نیستش که بازار به طرز خیلی شدیدی به یک سمت تمایل داشته باشه، و خب این خیلی چیز خوبی هستش. این اتفاقی هستش که ما دوست داریم ببینیم بعد از قبل از شروع یک حرکت قدرتمند در بازار اسپات، حرکت هایی که به وسیله بازار فیوچرز اتفاق میفته که نشانهش فاندینگ ریت بزرگ هستش همراه با اوپن اینترست بزرگ، اینها معمولا اونقدر پایدار نیستن که حرکت هایی که به وسیله بازار اسپات اتفاق میافتن پایدار هستن. پس این اتفاق خوبی هستش، در وضعیت خوبی به سر میبره، بیت کوین سلامت هستش. ولی خب همونطوری که در شورت مولر سوپیار دیدیم، وضعیت یوفوریک وجود نداره، سرخوشی خاصی رو ما در بازار نمیتونیم ببینیم. بریم برگردیم و یک کمی راجع به تکنیکال ها با هم دیگه صحبت کنیم. امروز یه چارت جالب رو دیدم که میخوام موضوع تکنیکالمون رو با این باز بکنم. بحث وایکوف هستش. وایکوف رو خیلی از دوستان میشناسن، ویدیوهای کاملی قبلا در این مورد داشتیم، اما توی اون ویدیوها هم گفتیم اینا چیزایی نیستن که 100% بخوایم بهشون در واقع تکیه بکنیم و همه چیمون رو بذاریم پای اون. مثل هر سیستم تکنیکال دیگه‌ای، موضوعی هستش که باید با کمی احتیاط باهاش رفتار بکنیم و صرفا باید یک برگ دیگه در کنار برگ هامون باشه. چیزی که اینجا داریم میبینیم یکی از پترن های وایکوف هستش که میگه این اگر با قیمت بیا داخل یک رنج قرار بگیره و یک همچین چیزی رو شاهد باشیم که اش میگه اسپرینگ یا فنر، میتونیم ببینیم که در این حرکتی که از رنج خارج میشه حجم بالاتری داریم اگر که به نمودار حجم پایین نگاه بکنیم، و بعد از اون یک ریتست، یک خروج کوچیکی دیگه از رنج رو داریم و بعد از اون حرکت به سمت بالا.
آغاز میشه و این رو اومدن دوستان مشابه سازی کردن، آقای دیوید اومدن مشابه سازی کردن با چارت بیت کوین. من روی این نمودار بهتونشون میدم، شاید کمی ساده تر باشه. اینجایی که ما این دایره زرد رنگو داشتیم این رو اسپرینگ مینامن، و اگر که من والیوم رو هم یا حجم رو هم اینجا اضافه بکنم به چارت، میتونیم ببینیم که یک حجم خیلی خیلی زیادی اینجا داشتیم بعد از خروج از این رنجی که داخلش بودیم، و الان به نظر میرسه که برگشتیم به پایین همون رنج، همون حدودا، و شاید بشه گفتش که خیلی شبیه هستش به این چارت وایکافی که اینجا وجود داشت. من خیلی دوست ندارم روی موضوع مانور بدم، صرفا یه چیزی بود که دوست داشتم باهاتون به اشتراک بذارم، جالب بود برای من، ولی خب موضوعی هستش که شما میتونید مد نظر قرار بدین. چیزی که برای من مهم هستش و توجه من بهش هست، دوستان خود شما هم احتمالاً خیلی خوب میدونید، نگاه به نمودار OBV هستش. در این چنل نزولی کماخون قرار داریم، اتفاق خاصی نیفتاده تا این چنل به بالا شکسته نشه. به نظر من جایی نیستش که بخواید دنبال ترید لانگ کوتاه مدت بگردین، و اگر خیلی عجله دارین و اگر خیلی شجاعانه میخواین ترید بکنین، حداقل منتظر شکستن این خط سبز رنگ جدیدی که اینجا کشیدم، خط کوچیک سبز رنگی که اینجا هست باشین. تا این شکسته نشده هیچ دلیل منطقی برای ترید وجود نداره. اما برای سرمایه گذاری اوضاع کمی متفاوت هستش. ما میدونیم که روزهای قرمز روزهای خوب برای سرمایه گذاری هستن، برای اضافه کردن پله‌ای هستن، و این کاری که انجام میدم به شخصه، پیشنهاد نمیدم روزا شما انجام بدین، ولی خب این کاری که خودم انجام میدم هستش، بچا در جریان هستن. این نگاه من به بیت کوین هستش. بقیه چیزا خیلی تغییر نکرده، توی همون رنجی که بودیم هستیم. کلی هیجان این وسط وجود اومده، کلی خوشحالی ها داشتیم اینجا، کلی ناراحتی ها داشتیم، ولی خب ته قضیه اینه که ما توی همین رنج داریم به سر میبریم. اتفاق خوبی که نسبت به هفته پیش داریم اینه که الان پایین رنج هستیم. پس اگر یکی یقه منو بگیره بگه آقا همین الان باید یه ترید بذاری، ترید من ترید لانگ هستش، چرا که میدونم استاپم کجاست، پایین این رنج جاش مشخص هستش و یه آپساید قابل توجهی اینجا دارم، اینجا جای ترید شورت نیستش. بعد از یک هفته قرمز به نظر من جای ترید شورت نیستش. اگر میخواین دنبال ترید شورت بگردین، همیشه دنبال این باشین که روی سقف ها این کار رو بکنید، نه روی کف ها. بسیار عالی. یک نگاهی به سایر بازارها بندازیم. بازار بورس آمریکا هم هفته اصلا جالبی پشت سر نگذاشت. یک دد کت باونس اینجا داشتیم، یک باز پرش جهش گربه مرده رو داشتیم که بازار به بالا برگشت اما نتونست قله قبلی خودش رو بزنه، و خب این خیلی ناامید کننده بود برای سرمایه‌گذاران. اما چیز دیگه‌ای که من امروز حتما می‌خوام راجع بهش صحبت کنم، نسبت بازده نرخ بهره 10 ساله به 2 ساله هستش، موضوعی که میدونم که زیاد روش صحبت کردیم، بچه‌ها توی ویدیوهای قبلی هم بهش اشاره کردیم، و امروز کاری که می‌خوام بکنم اینه که یک مقایسه رو بهتون نشون بدم به رنگ آبی رنگ برای نسبت نرخ بهره 10 ساله به 2 ساله در چارت لگاریتمی داریم نگاه می‌کنیم، و رنگ قرمز رنگ صورتی رنگ نمودار S&P 500 هستش که داریم با هم می‌بینیم. و چیزی که می‌خوام بهتون اشاره بکنم اینه که اولا وضعیت الان رو ببینیم که در کجا هستیم، در جایی هستیم که نسبت 10 ساله به 2 ساله داره از 1 رد میشه، بعد از مدت قابل توجهی زیر 1 بودن. از ابتدای سال 2022 تقریبا ما زیر 1 هستیم در نسبت 10 ساله به 2 ساله، و الان داریم خارج میشیم. و اگر نگاهی به تاریخ بندازیم، کمی بیایم عقب‌تر، میتونیم ببینیم که این اتفاق چند بار دیگر هم افتاده. به عنوان مثال از سال 2005 تا 2007 تقریبا میشه گفت ما زیر عدد 1 بودیم، و بعد از اون شروع کردیم به بالا اومدن. و چیزی که میخوام بهش توجه بکنید اینه که این حرکت همزمان شد با ریزش معروف سال 2008. یک مثال دیگر رو هم اگه با هم بخوایم ببینیم در سال 2001 هستش. از سال 2000 تا سال 2001 چطور بود؟ ما عدد 10 ساله به 2 ساله زیر 1 بود، و به محض اینکه شروع به بالاتر اومدن کرد، میتونیم ببینیم که کاملا همراه شد با ریزش بازار بورس آمریکا و شکستن ترکیدن حباب تک. البته نکته که خیلی مهمه اینجا اینه که همیشه اینطور نیستش. اگر کمی عقب‌تر بریم میتونیم ببینیم که داشتیم زمانهایی رو که کمی در واقع زیر 1 بود این قیمت، این عدد نسبت 10 ساله به 2 ساله، و بعدش حرکت به سمت بالا رو داشتیم، ولی خب در بازار بورس آمریکا با وجود اینکه یک در واقع ریزش بسیار کوچیک رو داشتیم، بعد از اون قیمت به سمت بالا کماکان حرکت کرد. پس این موضوع همیشگی نیستش، اما شکست شدن حباب ها معمولا حداقل تاریخ نشون داده که خیلی همراه هستش با در واقع حرکت بازگشتی بازده 10 ساله به 2 ساله به سمت بالای 1. اینم موضوعی بود که دوست داشتم باهاتون در اشتراک بذارم. همونطور که گفتم بازار بورس آمریکا و البته کریپتو اوضاعشون اصلا خوب نبود این هفته، ولی خب
این هفته های قرمز، روزهای قرمز میگم، روزهایی هستن که موقعیت خرید رو به ما میدن و موقعیت های خرید قابل توجهی توی بازار وجود داره. اگر که بدونید دارین روی چی سرمایه گذاری میکنید، من یه آپدیت صرفا قبل از که بخوام راجع به موقعیت های خرید صحبت کنم، یه آپدیت بدم از استارباکس که با هم قبلا صحبت کرده بودیم وقتی که این ریزش اینجا اتفاق افتاده بود، گفته بودیم که اینجا جای خرید هستش. من صرفا خواستم بهتون بگم چون گفته بودم که من دارم اینجا وارد میشم، پایین وارد شدیم در 72. خواستم اینجا بهتون بگم که صرفا من بخش قابل توجهی از پوزیشنم رو خارج شدم در هفته گذشته. وظیفه‌ام دونستم که اینجا هم اعلام بکنم. اما اگه بخوایم به موقعیت های خرید نگاه بکنیم، چیزای خیلی جالبی توی بازار هستن. به طور خاص اگه میخواین که به کریپتو اکسپوژر داشته باشین، هات و رایت دوتا از ماینر های بیت کوین هستن. هات یه کمی اوضاعش بهتر هستش و چیز خیلی جالبی که از لحاظ تکنیکال اگه بخوایم به این موضوع نگاه بکنیم، اولا بازگشت رو داشتیم به یک سطح بسیار بسیار قوی در 12 دلار. اما چیز مهمتر این هستش که OBV در عین این ریزش بسیار قدرتمند و بسیار عمیق، OBV اونقدر قدرتمند ریزش نکرده و این نشون میده که پول بزرگی از هات خارج نشده، پول هنوز داخلش هستش، قیمت صرفا کاهش پیدا کرد. و خب این جالب هستش. رایت یک کمی وضعیتش بدتر هستش از لحاظ اینکه مقدار تولید بیت کوینش پایین تر بود از ماه قبلش و از پیش بینی ها، و میتونیم ببینیم که ریزش قابل توجه بوده و یک حمایت نسبتا بزرگ رو از دست داد. اما رایت اگر که بنید کمی راجعش بخونیم، میتونیم ببینیم که در واقع مذاکره هستش که بیت فارمز رو خریداری بکنه و خریداریش موفقیت آمیز پیش بره، که البته طول میکشه، چیزی نیستش که به این سرعت اتفاق بیفته. میتونه که خیلی خیلی جذاب باشه برای سرمایه گذاری. الان شاید بهترین زمان نباشه برای سرمایه گذاری کردن روش، ولی خب موضوعی هستش که میتونید توی واش لیستتون داشته باشین اگر که براتون جالب هستش. از چیزهای دیگه بخوایم صحبت کنیم، یکمی از عرصه تکنولوژی بخوایم صحبت کنیم. اینتل رو داریم، کماکان بعد از این ریزشش اتفاق خوبی براش نیفتاده. کماکان منتظر یک اتفاق خوب هستین که الان اتفاق خوب میتونه یک جهش قابل توجه در OBV باشه، میتونه یک شکست تکنیکال بزرگ باشه. ولی خب اینتل میگم شرکت بسیار بزرگی هستش با دل و خیلی از کمپانی آمریکایی دیگر قرارداد داره و الان داره رو قیمت‌های معامله میشه که 12 سال پیش، 13 سال پیش، در سال 2011 2012 در این قیمت ها بوده. یه جورایی مفت به نظر میاد، اما حواستون باشه چیز بد رو آدم هیچ وقت نمیخواد مفت بخره. شما چیز خوب هستش که باید دنبال این باشین که مفت بخریم. و از نظر من اینتل در موقعیت خوبی قرار داره، هرچند که رقبای قوی داره. کوالکام وارد بازار لپتاپ ها شده، AMD طبیعتاً بسیار قوی داره خودش رو نشون میده و خب بازارم به طور کلی خیلی در وضعیت خوبی به سر نمیبره، اما اینتل هم میتونه یکی از اون گزینه‌های جالب برای سرمایه گذاری باشه. ممنونم ازتون که تا به اینجای کار همراه ما بودین. منتظر هفته نامه بعدی باشین و این هفته حواستون رو جمع بکنیم به کانال گنج و اینستاگرام. یک تخفیف خوب در پیش رو هست، شما سبت تولد بنده حتما حتما حواستون باشه. جزئیات بیشتر رو حتما باهاتون به اشتراک میذارم. به زودی میبینمتون و تا دیداری بعد، خدا نگهدار.